اما تغییرات مهمی که حین بلوغ و رسیدن میوه ها رخ میده. رسیدن شامل تغییرات فیزیکی و شیمیایی زیادیه که میوه رو از حالت غیرقابل مصرف به حالت جذاب و خوشرنگ و خوشعطر و طعم تبدیل میکنه و بر بازار پسندی محصول اثر به سزایی ده. رسیدن میوه یک پدیده برگشت ناپذیره و نشانه ای از تکامل میوه و آغاز مرحله پیری. این تغییرات ممکنه که توی برخی محصولات به سرعت انجام بگیره و مرحله رسیدگی اونها تنها یک یا دو روز دوام بیاره و اون موقع پیری محصول آغاز بشه و در برخی محصولات این اتفاق کند هست و میوه قابلیت مصرف تا چند هفته رو میتونه به خوبی حفظ بکنه. در این نمودار برخی از تغییرات فیزیکو شیمیایی که در میوه گوجه فرنگی رخ میده رو بهش اشاره شده. اگر دوره زمانی رو مطابق آنچه که در پایین نمودار مشخص شده، یعنی از سبز تا قرمز تغییرات رنگی گوجه فرنگی رو در این پایین مشخص کرده، اگر بر این اساس در نظر بگیریم رنگدانه ها رو ملاحظه می کنید که میزان کلروفیل رفته رفته کاهش پیدا میکنه و مقدار لایکوپن به تدریج زیادتر میشه، یا میزان دیوکسید کربن که شاخصی از تنفس هست به یک اوجی میرسه و رفته رفته کاهش پیدا میکنه. میزان اتیلن همواره روند صعودی داره. تغییرات pH ابتدا یک روند کاهشی و سپس افزایشی رو نشون میده. میزان نشاسته به مرور زمان کم و کمتر میشه. شاخص سفتی یا فرمنس کمتر میشه در طول زمان، شاخصی از بافت محصول هست. فعالیت آنزیم های پولیگالاکتورناز افزایش پیدا میکنه. مواد جامد محلول نسبتاً غلظتشون ثابته و تا حدی روند کاهشی رو نشون میده. البته در بسیاری از میوه ها ترکیبات جامد محلول با رسیدن میوه رفته رفته افزایش پیدا میکنه که در خصوص گوجه فرنگی جای بحث و بررسی داره. میزان اسید آسکوربیک که گوجه فرنگی یا ویتامین سی موجود در اون با گذشت زمان کم و کمتر شد. برخی از میوه ها مثل انگور، توت اگه به صورت نارس چیده بشن بعد از برداشت قابلیت رسیدن نداره. از این رو باید بعد از رسیدن کامل از درخت برداشت بشه. توی این نوع از میوه ها تغییرات پس از برداشت عمر نگهداری اونها رو کم میکنه و میوه به سرعت به سمت پیری پیش میره. اما توی گروه دیگری از میوه ها به ویژه در سطح تجاری به صورت نارس ممکنه که از درخت برداشت بشن تا تغییرات به تدریج توی اونها رخ بده و به سمت مرغوبیت و جذابیت پیش بره. میوه‌هایی مثل خرمالو، گلابی، گوجه فرنگی و موز در این دسته واقع میشن. برخی از میوه ها هم مثل انبه و آووکادو اگه به صورت متصل به درخت واقع بمونن نخواهند رسید و علت اون وجود بازدارنده هایی که از تولید
اتیلن که عامل رسیدن میوه هست جلوگیری میکنه، که عدم تولید اتیلن رو به بالا بودن غلظت CO2 در گیاه یا هورمون های مثل جیبرلین و سایتوکینین نسبت میده. اما ببینیم تنفس چه هست؟ تنفس یکی از پدیده های مهم متابولیکی در گیاه هست و در اثر تجزیه اکسایشی ترکیبات مختلف مثل نشاسته، قندها و اسیدهای عالی در داخل سلول به وقوع می پیوند. سرعت تنفس در مرحله پس از برداشت سبزی ها و میوه ها نشانه خوبی از فعالیت متابولیکی بافتی و بیان کننده قابلیت نگهداری و عمر انبارمانی محصول. سرعت تنفس رو با اندازه‌گیری اکسیژن مصرف شده و یا گاز کربونیک یا CO2 تولید شده در واحد زمان بر واحد وزن محصول می‌سنجد. توی نمودار تنفسی که برای مراحل مختلف میوه از قبل رشد، بلوغ، رسیدن و پیری قابل ترسیمه، مشخصه که در مرحله تقسیم سلولی، یعنی همون ابتدای نمودار که با سل دیویژن مشخص هست، میزان تنفس بالاست و بعد از اون مقدارش کم میشه. در برخی میوه ها مثل گوجه فرنگی، انبه، موز، سیب، همزمان با رسیدن میوه به طور موقتی افزایش در میزان تنفس به وجود میاد و در نمودار تنفسی اونها قله‌ای به نام قله تنفسی ایجاد میشه که به این دسته از میوه ها میوه های کلایمکتریک یا فرازگرا گفته میشه. با نگهداری محصولات فرازگرا در دماهای پایین، پهنای منحنی یا اون پیکی که در نمودار مشخص شده در بخش توسی رنگ بیشتر میشه و سرعت تنفس در اوج کلایمکتریک کاهش پیدا میکنه. همینطور کاهش غلظت اکسیژن و افزایش CO2 تا بیش از 10% طول دوره زمانی برای رسیدن به نقطه اوج فرازگرایی یا کلایمکتریک رو افزایش میده. در نتیجه مدت زمان نگهداری محصول در انبار میتونه افزایش پیدا بکنه. گاز اتیلن میتونه سرعت تنفس میوه ها چه از نوع فرازگرا باشن یا نافرازگرا رو تغییر بده، اما حساسیت محصولات مختلف نسبت به اتیلن متفاوت. مثلا در خصوص موز غلظت 1 میکرولیتر بر لیتر و در خصوص میوه آووکادو 10 میکرولیتر بر لیتر برای تحریک اوج کلایمکتریک ضروری. اما در دسته میوه‌های نافرازگرا یا نان کلایمکتریک میتونیم به میوه‌های نظیر مرکبات، آناناس، توت فرنگی اشاره بکنیم که نمودار تنفسی اونها فاقد قله تنفسی هست، نظیر آنچه که مشخصه در شکل، اونجا که با رسپریشن مشخص هست، بخشی که به صورت نقطه چینه مربوط به میوه های نافرازگراست و اونجا که خط ممتده و یک قله در ناحیه توسی رنگ ایجاد شده مربوط به میوه های فرازگرا میشه. خب توی میوه های نافرازگرا هم شاخصه های رسیدگی مشاهده میشه، اما سرعت ظهور اونها کمتر از میوه های فرازگرا است. تعداد محصولات نافرازگرا
بیشتر از محصولات فرازگراست و تقریبا تمامی سبزی ها میتونیم بگیم که رفتار نافرازگرایی دارن. در این جدول نام برخی از میوه‌های معروف نافرازگرا و فرازگرا آورده شده. برای مثال از دسته نافرازگراها میتونیم به خیار، خرما، زیتون، انار، لیمو، پرتقال، توت فرنگی و سایر میوه‌هایی که در لیست مشاهده می‌کنید اشاره بکنیم. و از دسته فرازگراها میتونیم به کیوی، گوجه فرنگی، هندوانه، آووکادو، سیب، موز، انجیر و گلابی و میوه‌های دیگری که در لیست هست اشاره بکنیم. از دیگر تغییراتی که در حین بلوغ و رسیدن میتونه رخ بده میتونیم به تغییرات رنگ اشاره بکنیم که مهمترین تغییر محسوسه که میزان رسیدگی میوه رو نمایش میده. در میوه رسیده اغلب مربوط به از بین رفتن رنگ سبز در اثر تجزیه کلروفیل و ظاهر شدن یا سنتز رنگیزه های دیگر مثل کاروتنوئید ها میشه. توی میوه های فرازگرا از بین رفتن رنگ سبز در هنگام رسیدن سریعتر به وقوع میپیوند. در این بین سیب زمینی یک محصول استثنائیه که توان دوباره سبز شدن رو داره. در این اندام گیاهی پدیده پیری به کندی رخ میده، اما توی شرایط نامساعد انباری به ویژه در حضور نور سنتز کلروفیل توی اون آغاز میشه و غده به رنگ سبز ده که همزمان با سبز شدن یک آلکالوئید سمی به نام سولانین هم در سیب زمینی تولید میشه که مصرف اون توسط انسان میتونه باعث ایجاد تهوع، اسهال، گرفتگی های شکمی و سردرد یا عوارض عصبی بشه که معمولا در طول فرایند سرخ کردن یا پخته شدن تا حد زیادی از اثرات سوء سولانین کم میشه. توی برخی میوه ها مثل موز، گلابی، سنتز کاروتنوئید ها ضمن تکامل میوه انجام میشه و رنگ اونها از اونجا که رنگ سبز کلروفیل غالبه پدیدار نیست، اما بعد از تجزیه کلروفیل رنگ اونها ظاهر میشه و در برخی میوه ها مثل گوجه فرنگی و پرتقال همزمان با تجزیه کلروفیل ها سنتز کاروتنوئید ها صورت میپذیره. میوه های مثل هندوانه، گوجه فرنگی، فلفل قرمز، گریپ فروتی که صورتی رنگ هست، دارای لایکوپن یا لیکوپن هستند و با رسیدن میوه مقدار این ترکیب افزایش پیدا می‌کند. آنتوسیانین ها در توت فرنگی، هندوانه، انواع بری ها مثل توت، تمش یا میوه‌ای مثل گلابی و آلو وجود دارند و هماهنگ با تجزیه کلروفیل در میوه به مقدار بیشینه خودشون میرسن. از جمله تغییرات دیگری که طی رسیدن در محصولات رخ میده تغییرات طعم هست. طعم میوه ها غالبا مربوط به نسبت قند و اسید و ترکیبات فرار و اثر ترکیبی اونهاست. به دلیل افزایش قندهای ساده در اثر تجزیه نشاسته در میوه های رسیده تغییرات طعم محسوس تر میشه. تا
در موز سبز حدود 20 تا 25 درصد از وزن کل میوه رو نشاسته در بر میگیره و در هنگام رسیدن تقریبا تمامی این محتوای نشاسته به قند تبدیل میشه و تنها 1 تا 2 درصد نشاسته در میوه باقی میمونه. اغلب میوه ها زمانی که جوان هستن مقدار زیادی نشاسته رو ذخیره میکنن. برخی میوه ها مثل آلو یا زیتون مستثنا هستند و فاقد نشاسته هست. توی میوه های نافرازگرا اصولا مقدار کمی نشاسته ذخیره میشه، اما اون مقدار هم در هنگام رسیدن تقریبا مصرف میشه و فاقد نشاسته میشه محصول. در نگهداری اندام های زیرزمینی نظیر سیب زمینی تغییرات نشاسته کمه، مگر اینکه در دماهای نامناسب یعنی دماهای پایین تر از 4 تا 5 درجه سانتیگراد نگهداری بشن که در این صورت تبدیل به قندهای ساده میشه نشاسته موجود در سیب زمینی، که غالبا این تبدیل رو مرتبط با تغییرات پی اچ سیب زمینی میدونن در اون دما. خب افزایش قندهای ساده در سیب زمینی از لحاظ تکنولوژیک پدیده مطلوبی نیست، چرا که باعث افزایش واکنش های مایلارد هین فراوری اونها میشه. مثلا میخوان چیپس درست بکنن، چیپس به راحتی میتونه قهوه‌ای بشه در حین سرخ کردن سیب زمینی در منزل. این رو حتما دیدید، سیب زمینی هایی که نرم تر هستن، در واقع سیب زمینی های قدیمی تر و اونهایی که در شرایط نامطلوب نگهداری شدن سریعتر قهوه‌ای میشن حین سرخ شدن، واکنش های مایلارد به نسبت بیشتری در این سیب زمینی ها به وقوع میپیونده و این میتونه از لحاظ سلامتی هم نامطلوب باشه، چرا که میدونیم به واسطه واکنش های مایلارد ترکیبات مضری مثل اکریلامید هم به وجود میان. لذا میبایست سیب زمینی در شرایط بهینه خودش نگهداری بشه. در این جدول تغییرات محتوای قندی سیب زمینی در روزهای مختلف نگهداری بین 0 تا 36 روز بررسی شده در 3 دمای مختلف، یعنی 1 درجه سانتیگراد، 13 و 21 درجه سانتیگراد. این تغییرات روندش مورد بررسی قرار گرفته. همونطور که مشخصه در روز 0 میزان قند موجود در سیب زمینی 1.25 درصد بوده. با نگهداری سیب زمینی در شرایط نامطلوب یعنی 1 درجه سانتیگراد بعد از 36 روز درصد قند به 4.33 رسیده، در حالی که نگهداری سیب زمینی در 21 درجه سانتیگراد مقدار قند رو به 59 صدم درصد رسونده، یعنی حتی کمتر از مقدار اولیه که 1.25 درصد بود. تبدیل نشاسته به قند یک واکنش برگشت پذیره و اگه غده ها برای مدتی در 21 درجه سانتیگراد نگهداری بشن قند دوباره به نشاسته میتونه تبدیل بشه. افزایش شیرینی میوه رسیده به قدر زیادی مرتبط با تجزیه اسیدهای عالی و افزایش نسبت قند به اسید اونهاست. طعم ترش میوه ها مربوط به اسیدهای عالی و بیشتر اوقات مربوط به یکی از اونها میشه. برای مثال اسید مالیک، اسید غالب در موز، سیب، گیلاس، هویج،
آلو، کرفس، کاهو و پیاز، اسید سیتریک، اسید قالب مرکبات، انجیر، تمشک، توت فرنگی، گلابی و گوجه فرنگیه و تارتاریک اسید، اسید قالب و شاخص موجود در انگور به حساب. مقدار اسیدهای عالی پس از برداشت در میوه های فرازگرا به دلیل شرکت اون در تنفس یا تبدیلش به قند به شدت کاهش پیدا میکنه، اما سرعت کاهش اونها در میوه های نافرازگرا کنتر هست.